با سلام درود احترام خدمت هموطنان در سراسر ایران و دنیا. انفجار امشب در بیروت اتفاق افتاد و همه دیدید، البته انفجار دو مرحله ای، یعنی اول یک انفجار اتفاق افتاد، بعد یه چیزی شبیه به موشک و انفجار شبیه بهش انفجار هسته ای بود که حالت قارچوار رفت. در نفس عمل این چیزی رو عوض نمیکنه. من قبلا خدمت رو عرض کردم، جمهوری اسلامی برای اینکه به دنیا نشون بده که هست، از این کارها خواهد کرد، کرده و خواهد کرد، در شک نکنید. به خصوص که لبنان حیات خلوتشه و بیخ گوش سوریه است. روز جمعه قرار هوپ صادر بشه برای انفجاری که در سال 2005 اتفاق افتاد که رفیق خیری رو کشتند و خدمت شما عرض کنم که قطعا یک سری از سران جمهوری اسلامی و سران حزب الله در اینجا محکوم میشند. حالا عجیبه که چند تا از سران این گروه های زیر مجموعه خود اینا هم کشته شدن، حالا این چراش من نمیدونم، ولی انفجار به حدی بود که طبعاً یک سوم تا دو تا نصف بیروت اثرات شدید، شیشه ها شکست، ماشین هم پاشید و خیلی مسائل دیگه. انبار موشک حزب الله بود، انبار موشک جمهوری اسلامی در اونجا بود که مثلا یه انباری هست و انبار اونجا ظاهرا اونجا صحبت کردن که اونجا مال ترقه ها بوده و اینها بردن اونجا دپو کردند و هر چی که بود و یا هست یک فرضیه است که جمهوری اسلامی میخواد به آمریکا و خصوص به فرانسه که حالا پاپش پس کشیده و آلمان بگه که ما توان این هست و حواستون جمع باشه، رأی رو صادر نکنید، صادرم بکنید. خلاصه از این چیزا هست و اونها هم که خودشون آتشور معرکه بودن توی قضايا، مثلا شما حساب کنید جنگ 33 روزه دوستان، مثلا مردم فکر کردن که حزب الله برنده شده، نه، حزب الله توانی نداشت یا جمهوری اسلامی بود کمکش بیاد یا جای دیگه، اما اروپا اومد به کمک حزب الله، بالغ بر 3000 موشک بهش رسون اونجا به خاطر پوز اسرائیل بزنه. اسرائیل اصلا زیادی خواه، اصلا نمیتونه، یعنی باید هر کاری میخواد بکنه و همیشه اون حدود 60 70 ساله که اونجا هست همیشه با اسلحه بوده، هیچ وقت اینا استراحت نداشتن، یک 24 ساعت نداشتن و با اسلحه میشه حکومت کرد و نمیشه تکیه کرد. باید بیان تو راهی که شاهنشاه بهشون گفتن، باید بیان کاری که گفتن بکنن، با جنگ به هیچ جا نمیرسید. اما این اتفاق گفتم یه فرضیه است. جمهوری اسلامی خواست به آمریکا، به اروپا بگه که به خصوص آلمان و فرانسه بگه که من اگه بخوام کارا رو میکنم، تخریب کارشه، تخصصشه، فهم خواهد زرچشم از اونا بگیره و جای دیگه این کار کرده و بازم میکنه. گفتم در تمام دنیا اینا آدم دارن بردن نگه داشتن و اون آدم ها رو مرتب میترسونن، میلرزونن، شما دنبالتون رو فرانن که هر وقت گفتن انتحاری بزنید بزنن، هر وقت گفتن برید با چاقو بزنید بزنن، که این موج وحشتی که در اروپا ایجاد کردن ادامه داشته باشه و اینا شاید از این وسط به قول معروف از این آب گلو چیزی گیرشون، ولی اینا فراموش کردن که ملت ایران از شما متنفرن، ملت ایران از ارباباتون متنفرن، ملت ایران از انگلیس متنفرن، ملت ایران از آمریکا متنفرن، از روسیه و چین متنفرن، شما ملت از دست دادید. طالب اینجا رو که بگوید بکنید خدمت، در هر صورت هر چی که هست خرابی بده، انفجار بده، ولی انفجاری بود که امیدوارم حالا فردا پس مشخص میشه که کلاهکی چیزی نباشه، چون اینها به قول معروف می‌خواستن برن اونجا بزنن و از آمریکا به خاطر از اسرائیل باج بگیرن. هرچند که من به شخصه معتقدم، این نظر شخصیمه، که جمهوری اسلامی این آخوندها و سپاه ها به خصوص، اصلا آخوند که عدد نیست، بچه های سپاهی 80-90 درصدشون دستور از خود اسرائیل میگیرند، تمام خبرها رو میدن بهشون، تمام گزارش ها رو میدن، تمام کارها رو میکنن، توجه کردید؟ و این چیزی نوعی نیست، چون اینها کارشون همین، اینها دیگه شدن مزرای چی میگن، چریک هایش دارن، پول میگیرن کار میکنن، اما هیچ جای همه دنیا بدونن که اینا توان کار درست، هیچ کار درستی ندارن، چون بلد نیستن. در نهایت باز تأسف، حالا میگن 270 نفر 75 نفر کشته، ولی باید بیش از این حرفا باشه. این انفجار اگر 2-3 هزار نفر مجروح داده، 2-3 هزار نفر مجروحی که دیگه اینا خوب شده نیستن، چون این موج انفجار قطعا اثرات تباهی زیاد داره و اثرات روحی روانیش به کنار. و یک چیز اینجا بهتون بگم دوستان، اونا که قبل از این توطئه ننگین 50 رفتن بیروت، میدونن که بیروت بهش میگفتن چی؟ پاریس اروپا، پاریس آسیا، درسته؟ حالا چی بود پاریس آسیا؟ یه خیابونی هست، خیابون بزرگی زیاد بزرگی هم نیست، این طرفش دانشگاه آمریکایی بیروت هست و اون برش هم همینجور میره پایین سینما هست و تئاتر هست و فلان هست و تمام خیابون رو چراغونی کرده، چراغونی میکردن.
و چون روشن بود شب، این روز روشن بود برای مردم اون زمان خیلی بود، مردمی که مثلا با فانوسی برای می رفتن، با شمع می رفتن، یا از این چراغ بود، یه خیاب دو تا خیاب سه خیاب روشن بودن تا صبح، این برایشون خیلی بود. اما بعد از این جریان پیش اومد و فلسطینی رفتن اونجا، فلسطینی هر جا قدم گذاشتن با خودشون فلاکت و بدبختی و جنگ بردن، فلسطینی هر جا پا گذاشتن تو کشور کوتاه کرده اون کشور، و فلسطینی رفتن اونجا بعد از درگیری با اسرائیل، اسرائیل بخواد اینو رزمی در بدرشون کنه، بزنه بیرون کنه، دشمن اصلی مردم اسرائیل همین فلسطینی بودن، نه مردم لبنان. بگذار چندین چند سال اونجا جنگید و کلی بمباران کرد، بیروت شد یک مخروبه که تصورش برشون مشکله. و بعد از که اسرائیل از جا پا پس کشید و رفت و فلسطینی از جا بیرون کرد رفتن، ایران چونگه به بازسازی کردن اونجا. یعنی اینجوری بهتون بگم، ساختمون میساخت، من رفتم دیدم کلا نزدیک، برق اسرائیل براشون میذاشت، آسانسور اسرائیل براشون میذاشت، پس چه ساختمون هایی میساخت، چه پولی اونجا خرج کردن، چه پولی بردند، چراش رو هر کس فهمید به منم بگه. خدمت شما عرض کنم که تبعات این کار برای جمهوری اسلامی خیلی زیاده، خیلی بالاست، هر چی کار کردیم بس این بهش به اسمش تموم شد، چون سابقه اش توی مسئله خیلی زیاد هست. و اینو گفتم خدمتتون که دنیا از دست اینها خسته شده، دنیا از دست اینها ذله شده، و این مار تو آستین خودشون پرورش دادن، حالا بی نچیرسن، حالا دنیا خودش هم توان نداره، اول از ذلت خودشون هم مشکل دارن، چین مشکل داره، روسیه مشکل داره، اروپا مشکل داره، آمریکا مشکل داره، همه‌شون تو هم مشکل دارن. حالا مثلا بلوف میزنن، بلوف میزنن، اما دیدیم که این اتفاق یکی از اون چیزهایی بود که راجع به این مسئله سه چهار ماه قبل خدمتتون گفته بودم، گفته بودم خدمتتون، و اینا ادامه خواهد داشت، اگه کشور دیگه ادامه خواهد داشت که جمهوری اسلامی بگه من هستم و بخواد باجگیری بکنه، و این باجگیری ها دودش تو چشم کی میره؟ تو چشم ملت های اون کشور این راه میدن. تا زمانی که این حرف آخر منه، تا زمانی که لبنان به این نتیجه نرسه که حزب الله از کشور بریزه بیرون یا همه باید بیان تسلیم بشن، همین آش و همین کاسه هیچ فرقی نمی کنه. حزب الله پول زیادی اخیرا از جمهوری اسلامی گرفت، پول خیلی خیلی زیادی گرفت که مثلا برگرده به نرد کار تجارت کشاورزی نره، و اینم نتیجهش هست. و قطعا موشک دیگه ای زدن از دور مشخص میاد میره میخوره، و بیروت امشب یک شبه نصفش تقریبا اثرات این بمب رو گرفت. البته گفتم یه فرضیه است، اما اگه اسرائیل هم زده باشه، یه کسی یه اسم چشم در اسم در اسم جمهوری اسلامی در اومده است، حزب الله همچنین، چون ذاتشون همین هست، و اسرائیل هم زده باشه به نام اینا تمام میشه، کسی نمیذاره بلاک کنه. و این بنا زدن ذلت و خفت کسایی که از اینا حمایت کردن در طول 40 سال، برای اوناست، ننگش برای اوناست، فلاکتش واسه اوناست، بدبختی واسه اوناست، چون نتونستن امنیت رو برقرار کنن. حالا بگذاریم، این رأی که روز جمعه قرار ساده بشه قطعا باز تبعات زیادی برای جمهوری اسلامی و حزب الله داره، که حزب الله جمهوری اسلامی هست فرقی نمیکنه، و قطعا اثرات خیلی خیلی سنگینی براشون خواهد داشت. و فکر کنم با این زدن بمب و این کارها مثلا میتونه اون رأی رو بشکنه. نه، این حرفا نیست، این حرفا نیست، اینها تلاش آخر 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 کار شماست. من خدمت شما هستم که فردا شب اولین کلیپم رو در مورد تدبیر تقدیر خواهم گذاشت براتون. کلیپ های متفاوتیه، کلیپ هاییست که ماها رو به تفکر با میدارد، کلیپ هاییست که ببینیم کجا هستیم، چه کردیم، چه به کجا رسیدیم توی مدت ها. و باز هم بگم دوستان، یه عدهی باز راجع به این آقای ایکس آقای گره گرست، من یه اهمیت نمیدم بهشون. ببینید، این این میمونه که من میگم جاده رو باز میکنم برم جلو، خیلی راحت بهتون بگم، صادقانه بهتون بگم، دشمن تو خونه ماست، تو کشور ماست، ما داریم راهی رو درست میکنیم که مردم برن و این دشمن رو این یک، چون اینا بیرون برون نیستن، اینا رو باید خلاصه الاخر. حالا افرادی که در داخل حکومت هستن، بودن، قبلا کار کردن، اومده از کشور خارج شدن، چه در اپوزیسیون هم سلام های میان سر، آقا جان مادر یک اینجوری بابا اونجوری، آقا جون حنای شما رنگی نداره، شما رسواتر از این حرف هستید، اصلاح طلبا جنایتکارتر از این حرف هست، آقای واحدی آقای ایکس واسه من نداره، واسه من هیچی نداره، شما همتون با این جمهوری اسلامی خدمت کردید، کمک کردید، حمایت کردید، الان هم همون کثافت اونها رو میخورید، برید بمیرید، من محمد تو زمان زنده هستم، همینه، منم اتفاقا میفته کسی راه رو ادامه بدن دیگه، راه دیگه تموم شده است، این دیگه استوب پذیر نیست. حالا فرجام خواهم بهتون گفت،
برشب صحبت اولین کلیپ که خواهم گذاشت شاید کوتاه باشه، اما به اندازه 40 سال شما تفکر با میداره همه تونو. آقا این آدم خوبی، این آدم بد، یا حرفا نیست. به دشمن این مملکت، به تخریب کننده این مملکت، به نابود کننده جوانه این مملکت کمک کردی؟ حالا اون موقع من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. جمع کنی کاسه کوزتون رو، 4 تا آدم میزه های کامنت میذارم که من اهمیت بدم به شما، من باز به شما اشخالا اهمیت بدم که اینجا نبودم. من وظیفه مشخص شهر وظایف دارم، درست عمل میکنم و کسایی که راه ادامه دارن یه بیش از یه حرف هاست دیگه، تموم شده از خودتون از همچی بهتر بهتر بدونید. خب خدمت شما هستم که امیدوارم که این بمبگذاری آخرین بمبگذاری جمهوری اسلامی باشه. ننگش برای توست آمریکا، شرمش برای توست اروپا، خفتش برای توست روسیه، ذلت برای توست چین. چه تابوی شما شکست، خیلی ارزش داشت. فردا شب صحبت میکنم، فردا شب صحبت میکنم، البته متفاوت کلیپ. ما باید همه فکر کنیم، بر اساس اصول حرکت کنیم، بر اساس واقعیت حرکت کنیم تا دیگه دچار لغزش و شکست نشیم. ایام به کاموزگار خوش. چون من همه خبرگزاری هیچ کنون اصلا راجعه انفجار چیزی بگن، من فقط فرضیه رو گفتم، هنوز مشخص نیست. چون یکی از انفجاری وحشتناکه لااقل بعد از هیروشیما یکی از انفجار وحشتناک بود، در نوع خودش کم نظیر بود. ممنونم، خدا نگهدار، تا بعد.